تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم، هر آیه رو 4-5 دقیقه صحبت میکنیم. سوره آل عمران هستیم، جزء 4 آیه 3-30 با هم بشنویم. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، ربا و بهره پول را با افزونهای مکرر نخورید. بهره پول را زیاد نگیرید. و اتقوا الله، از خدا پروا کنید. لعلکم تفرحون، تا شاید رستگار شوید. از کنم این آیه همراه با 8 آیه بعد که آیه بعد و اتقوا النار التي اعدت للكافرین، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، سارعوا الى مغفره، الذين ينفقون اهل آیه انفاق و چند تا آیه در لابلای آیات جنگ احد قرار گرفته که اینا مربوط به جنگ نیست، مربوط به مسائل اخلاقی و اقتصادیه. نمیدونم، حالا اول باید بگم نمیدونم، بعد بگم شاید. نمیدونم، بلی شاید، به خاطر این باشه که نظام اسلام نظامیست که میخواد بگه نظام دفاعیش با نظام اخلاقی و اقتصادیش به هم چف شده، به هم جوش خورده. ایتو نیست که مثلا ما وقتی اهل جبهه هستیم دیگه کار به لقمه نداشته باشیم. قرآن میگه که اصحاب کهف چند تا جوان مرد بودن، تو منطقه ای دیدن منطقه فاسده، گفتن ما هم تو منطقه باشیم فاسد بشیم، برای که دینمون و فکرمونو حفظ کنیم ما چند نفره بریم تو بیابونا، سر به بیابونا توی غار زندگی کنیم که فکرمون حفظ کنیم. بهتره که زندگی شهری یا رفاه شهری باشیم اما دینمون از دست بدیم. اینا رفتن تو غار و خوابیدن و خدا خواب رو بر اینها مسلط کرد. بعد که بیدار شدن گفتن گرسنه‌مونه، یه ورقی رو ببرید قضا بیارید، تا ایها ازکا تعامن، شاهدم روی کلمه ازکا تعامن، یعنی تعام و غذا که میخوایم بخوریم زکی پاک باشه، لقمه پاک، لقمه حلال، یعنی افرادی که میخوان دینشون حفظ کنن باید لقمشون هم پاک باشه. ما که جنگ میکنیم برای که دینمون حفظ کنیم نمیتونیم لقمه هرچی شد بخوریم. به خاطره بهتون بگم شاید نشیده باشید، امام حسین علیه السلام وقتی وارد کربلا شد زمینای منطقه رو خرید، گفت برای که اونجایی که بناس خون ما ریخته بشن نمیتونه تو زمین مردم ریخته بشه، مال مردم محترمه. و حتی داریم امام حسین علیه السلام به یارانش فرمود هر کدوم به مردم بدهکارید برید بدهی مردم بدید، لازم نیست بیاید تو جبهه شهید شید، برید مال مردم بدید. مسئله احترام مال مردم، حفظ حقوق مردم خیلی مسئله مهم و مسئله دقیقیه. این عنایت باید بشه. یه چیزی بهتون بگم خیلی مهمه، خداوند توی مسائل بسیار مهم آیه نداره. مثلا نماز چند رکعته؟ رکعات نماز تو قرآن نیست. نماز صبح 2 رکعت، مغرب 3 رکعت، ظهر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، عشا 4 رکعت، رکعات نماز نیست. تعداد طواف چند بار مکه بریم، چند بار دور خونه خدا باشیم، 7 بار تو قرآن نیست. یه جایی که صبح تا شام همه مردم میخوان نماز بخونن هیچی نگفت، گفته برید از پیغمبر بپرسید، ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی پیغمبر گفته گوش بدید. یه آیه داریم تو قرآن که هر چی پیغمبر گفته گوش بدید، بعد اینو حواله پیغمبر بدید. اما یه سری چیزا رو خود خدا مطرح گفته، یه حتی یه مسئله مسائلی که دیگه حالا نمیدونم با چه تعبیر بگم، مسئله خیلی خیلی خاص، مثلا عروس دوماد اگر طلا هم خوابیدن کاری انجام دادن، اگر طلاق بشه باید تمام مهر رو بده، اما اگر کاری صورت نگرفته نصف مهریه رو. من تعجب میکنم چطور قرآن مسئله خوابیدن عروس و دوماد زن و مرد برای خوابیدن
چه عملی شده همه مهر بدن، عملی نشده طلاق دادن نصف مهر. چه تو اون مسائل رو گفته اما نماز چه حرکته نگفته. این برای من هم تو به عنوان یه سوال بود، جوابش رو یکی از علما گفت، گفت به خاطری که نماز رکعات نماز حق الناس نیست، برو پلو پیغمبر یاد بده، اما این حق الناسه، حق الناس خود خدا دخالت کرده. حالا یه جوابی میتونه باشه این. یه سری چیزهایی که خیلی عرض کنم به حضور شما، مسئله ارث، مسئله حق الناس مهمه. درسته تو آیات، آیه جنگ احد و آیات جبهه و جنگه، اما وسط آیه جبهه میگه لقمه چیه؟ لقمه حرام میخوری؟ لقمه حرام رو نسل هم اثر داره، مال الحرام یبین فی الذریه، لقمه حرام در ذریه اثر داره. امام حسین روز عاشورا هر چی گفت مردم گوش ندادن، فرمود قد ملعت بطونکم من الحرام، لقمه حرام شکمتون از لقمه حرام پر شده، چون شکمتون از لقمه حرام پر شده حتی ولذا از چیزهایی که دنیا خوابه، یعنی دکترای اینها که در رشته های علوم تربیتی دکترا دارن در آمریکا، من رفتم خونشونا، کسانی که در 12 سال آمریکا بودن دکترای علوم تربیتی دارن، رفتم مزهشو گفتم آمریکا در تعلیم و تربیت مسئله لقمه رو هم در گفت، نه اصلا فکر لقمه نیست، اونا میرفتن رو مسائل روانشناسی و اخلاقی و تربیتی حرفا، اصلا بحث لقمه مطرح نیست در دنیا. و هان که قرآن میگه که لقمه خیلی مؤثره، لقمه انسان رو عوض میکنه. ویل للمتففین، وای به کم فروشایی که لقمه حرام میخورن. بعد میگه ان کتاب الفجار، لقمه حرام شما رو فاجر میکنه. بعد میگه ویل یومئذ للمکذبین، فاجر کشیدی کافرم میشی. یعنی لقمه حرام مثل سیگار آدمو تریاکی میکنه، تریاکی آدمو هروئینی میکنه، لقمه حرام آدمو فاجر میکنه، فاجر آدمو کافر میکنه. اول میگه متففین، بعد میگه فجار، بعد میگه مکذبین. شاید این سه تا کلمه رمزش این باشه، نمیدونم، شاید. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه، بهره پول را با افزونهای مکرر نخورید. ربا در چند مرحله حرام شد، چون ربا یه چیز رسمی بود که تمام مردم ربا میگرفتن در صدر اسلام، یعنی در زمان جاهلیت، ولذا وقتی اسلام میخواد تحریم کنه مرحله به مرحله حرام کرد. اول فرمود که یهودیا بد بودن که اخذهم الربا وقد نهوا عنه، یهودی ها عمل بدی کردن که با این که گفتن ربا نخورید ربا گرفتن، اشاره که ربا گرفتن کار بدیه. بعد ای آیه نازل شد که ربا رو دو چندان چند چندان نگیرید، بعد آیه بعد فرمود اصلا ربا نگیرید. شراب هم همیطوره، چون تو همه خونه شراب بود، اول فرمود که از انگور یه چیزی خوبی درست میکنن، شراب هم درست میکنن، ولی نگفت شراب خوبه. تتخذون منه سکرن و رزقن حسنا، یعنی از انگور سکر یعنی سکارا مستی، از انگور وسیله مستی میگیرن، شراب میگیرن، منطقه ورز غن هستن ها، یه چیز خوب هم میگیرن که مثلا سرکه باشه یا مربا باشه. از انگور شراب میگیرن و یه چیز خوبی، هیکی گفت و یه چیز خوبی یعنی شراب خوب نیست، گوشه در مثل که شما میگید دو تا بچه دارن، یکی ایشونه، یکی هم یه پسر خوب، یه دختر خوب، یعنی چه؟ یعنی این که نشسته خیلی علیه السلام نیست. اول اشاره که شرابا، بعد فرمود سر نماز مست نباشید، لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، بعد فرمود هرگز شراب نخورید. یعنی شراب مرحله به مرحله تحریم شد، ربا مرحله مرحله اول فرمود یهودی ها بدن که ربا میگیرن، با اینکه در تورات گفته میدید نگیرید، بازم گرفتن، گوش به حرف کتاب آسمانی خودشون ندن. بعد فرمود در این آیه، آیه 33 سوره آل عمران، فرمود ربا را زیاد نگیرید، بعد فرمود اصلش ربا را نگیرید. رباخار نه در دنیا رستگاره، چون بالاخره وقتی ربا میگیرید اختلافات طبقاتی زیاد میشه، تفرقه و کینه و انفجار توشه در دنیا، در آخرت هم که عذاب داریم. خدایا لقمه های ما را از انواع حرام ها به خصوص از ربا پاک بفرما. ربا گرفتن حرام قطعی است، جنگ با خداست و باید هر کسی ربا گرفته به اون کسی ازش ربا گرفته پس بده، توبهش اینه، ایتونی که شما ربا گرفتی بعد بری برور گریه کنی، اون چه ربا گرفتی باید پس بدی، توبه ربا پس دادنه سخته ولی نجات بخشه.
و السلام علیکم و رحمت الله.